درود و شب بخیر. خیلی چطور؟ بحثات طولانی جالب بود. عرض کنم که من دو تا نکته بگم و سعی کنم کوتاه جنبندی بکنم. اولین ایراد نگاه شما اینه که خیلی تاکید بر محبوبیت آقای پهلوی داری. من نمیگم آقای پهلوی محبوب نیست، ولی نه به اون اندازه محبوب که بتواند به قول دوستان پادشاهی خواه اتحاد ساز یا چه میدونم نماد برای کل ایران. این نگاه درست نیست. دوستان پادشاه خواه ما بسیار شدید اعتقاد به این دارن که توی خیابون شعار دادن چه میدونم رضا شاه روحت شاد یا شاه ایران برگرد یا همچین شعارهایی که داده شده، ولی هیچ وقت نمیان از شعارهای جمهوری ایرانی حرف بزنن و به نوعی همین ایجاد بکنن شعار بگن که مثال شعار بزن جمهوری ایرانی. ما شعار داشتیم، مردم میان داد میزنن جمهوری ایرانی. خب من بله، چه جالب. اوکی، توییتر سرچ بکنید کل فیلم هاش هست. حالا یه بار دو بار یا مثلا خیلی مثلا آخه ببین رضا شاه خیلی زیاد، من خیلی رضا شاه رویش خیلی فکرم بیشتر بوده نبوده. نه خب الان عرض میکنم من خیلی من تمام من برنامه ایران اینترنشنال نگاه میکنم، کانال های مختلف رو نگاه میکنم، اینستاگرام اینا رو دارم نگاه میکنم. تا شما ببینید از مادا بپرسم شما مثلا جمهور مثلا مردم میاد تو خیابون داد میزنن جمهوری ایرانی، یه کسی اینا رو برای من بفرسته؟ بله. اوکی خب پس کم شعار جمهوری ایرانی نداشتیم. فکر میکنم یکی دو سال پیش بود ما اومدیم توی توییتر این کلیپ های شهرهای مختلف رو جمع آوری کردیم توی یک رشته توییت بسیار بلندی، فیلم هاشون رو منتشر کردیم که همین شبکه های تلویزیونی که شما فرمودین اینها رو منتشر نمی کردن. وقتی که خب این و اومدن دوستان کاری که کردن یک ریپورت شدید این همین تاپیک اینجا یک ریپورت شدیدی کرده و اون اکانت که اون فیلم ها رو منتشر کرده بود اکانت بسته شد کلا. اکانتی که حالا تاریخ زمان پادشاهی رو منتشر میکرد، تاریخ هایی که دوستان ادعا میکنن و اونجوری نبود و کامل نمیگن، همه اینها بود و اومدن باعث شدن که این اکانت ها بسته بشه. آقای پهلوی خیلی جمهوری ایرانی شعار خوبیه. ببین جمهوری ایرانی شعار خوبی هم نیست. مثلا میگی رضا شاه روح شاه جمهوری کاملش یادم نیست، نه تنها تیکه جمهوری ایرانی نبوده، این همون رضا شاه روحت شد یه شعر مانند بود، من کاملش الان تو ذهنم نیستش، توی توییتر الان سرچ میکنم برات لینکشو میفرستم. بعد اومدن حالا دوستان کاری که کردن اومدن اینها رو حذف کردن، تلاش برای حذف این کارها کردن. یا زمان زنده یاد زم گروهی بود به اسم گروه روبان سفید آزادی. من یه نفر نوشت یادم اومد، اتفاقا چندین سال پیش یه بار اینو دیدم، یه کسی شعار رو نوشت استقلال آزادی جمهوری ایرانی، اینو یادمه. بله اینو یادمه. بله. این چند سال پیش بود آره. یه بار من دیدم اینو. عرض کنم نه خیلی زیاد فیلماش رو حالا سرچ بکنی خیلی زیاد میتونی پیدا بکنی، یه سرچ بزنی خیلی کلی میگن زندگی انسانی جمهوری ایرانی، اینم خیلی زیاده، انواع شعارها رو داریم در این مورد، ولی هیچ وقت در این مورد حرف زده نمیشه، انگار اصلا هیچ کس توی این کشور جمهوری نمیخواد. یا مثلا وقتی در مورد محبوبیت حرف زده میشه، من این رو چند بار گفتم، حالا گفتن شاید بعضی ها رو ناراحت بکنه یا اذیت بکنه، حالا نمیدونم، آقای پهلوی دو بار فراخوان دادن مردم بیان بیرون. من مخالف پادشاهی با فراخوان ایشون جلوی مجلس زمان فروختن ایران به روسیه حاضر بودم، حامیان ایشون حضور نداشتن، کلا فکر می‌کنم 200 نفر جمع نشد، با اینکه ایشون شدیداً توییت زدن بیانیه دادن که آقا برید بیرون ایران رو دارن به روسیه می‌فروشن و فلان، کسی نیامد. پس این ادعای محبوبیت این محبوبیت کجاست؟ کجا باید این نمودش دیده بشه که ایشون انقدر محبوب هستن؟ وقتی میاد رسما اعلام می‌کنه سر داستان جنازه رضا شاه هم همینطور بود، ایشون یه درخواست بیرون اومدن به مردم داد باز کسی نیومد، سر داستان روسیه هم همینطور بود باز کسی نیومد. و این خب نکته ادعای محبوبیت ها
ببین ادعای میگی محبوبیتش کمه، ولی خب از بقیه که بیشتره، از هر کسی دیگه بیشتره. نکته الان میتونه همون نکته دقیقاً. ببین ایشون تکلیفش خیلی روشنه، ایشون میگه من نه رهبرم، نه میتوانم رهبر باشم و نه علاقه ای دارم به رهبر بودن. ایشون صحبتی که کرده، حالا دوستان میگن که شما کتابهای ایشونو بخونید، نمیدونم نخوندید خبر ندارید، من به عنوان یک کسی که مخالف پادشاهی ام کلی از حرفای ایشون رو خیلی بیشتر از دوستان پادشاهی خواه میدونم و خبر دارم و خوندم و شنیدم و خیلی جالبه. یه مثال بزنم از کتاب ایشون. ایشون تو کتابش اعلام میکنه یکی از در مورد ساواک، میگه ساواک یکی اشتباهات بسیار بزرگی پدرم بوده. بعد دوستان پادشاهی خواه میان مثلا توی توییتر هشتگ ترند میکنن، از ساواک تشکر میکنن. حالا معلوم نیست اینها طرفداران آقای پهلوی هستن یا ماها که از کتاب و نوشته ها و ایده های آقای پهلوی خبر نداریم. میگه کلن تمام ساواک رو میگه اشتباه باباش بوده، یعنی همه شو، نه اینکه مثلا میگه این کارشون اشتباه بوده، میگه اصلا تشکیل دادن ساواک رفتارهای ساواک رو میگه. میگه رفتارهایی که مثلا من میگم آقا ساواک شکنجه کرده، آقا بس نگفته که نگفته که مثلا ساواک نباید باشه، میگه این کارشون اینجا مثلا اشتباه. مگه من گفتم همچین چیزی گفته؟ خب نه، ولی خب پس میشه استواکت، ولی خب تناقض نداره حرفاشون دیگه، یعنی یه کسی میتونه بگه که داره عرض میکنم تناقضش رو عرض میکنم دیگه. وقتی میان هشتگ تشکر از ساواک ترند میکنن، توی این هشتگ میان میگن که چرا کسانی که توی 57 بودن ساواک نکشته، ساواک اگر شکنجه کرده هم دستش درد نکنه، ما تشکر میکنیم ازش که ساواک اون موقع شکنجه شما کرده. کجا اینو دیدی؟ خب کی این حرفو زد؟ این توییتر پر، آرمین جان توییتر پر از این مطالب. چند نفر؟ بعد خیلی زیاد ترند کردن این هشتگ تشکر از ساواک رو. آره ولی همه کسایی که تشکر کردن از ساواک که نمیدن همه کار ساواک 80% اینجوری حساب کن. بعد حالا چه ربطی خود این حالا چه ربطی با خود رضا پهلوی داره؟ ولی الان عرض میکنم ربطی نداره. این رو اون برای این گفتم. وقتی میان میگن که شما از ایده های آقای پهلوی خبر ندارید، خواستم بگم که نه ما خبر داریم، حامیان ایشون ظاهرا خبر ندارن، ما میدونیم. این حرفی که شما گفتی، ایشون طرفدار جمهوریه، ایشون طرفدار سکولار دموکراسیه، ایشون طرفدار آزادی بیان، همه اینها رو ما میدونیم. اما نکته کجاست؟ نکته اینجاست، به حرف های خود آقای پهلوی دوستان حامیش گوش نمیکنن. ایشون داره علنا میگه آقا من نه رهبرم، نه میتونم رهبر باشم. و یک نکته خیلی ظریف به بابتم این دوستان اشاره نمیکنن چیه؟ اونم اینه، میگه زمان رهبری فردی گذشته، اگر دنبال رهبری میگردید بروید دنبال رهبری جمعی. این هم دلیل داره، ایشون کاملا با یک دلیل و منطقی این حرف رو میزنه، ولی طرفداران ایشون باز هم این حرف رو نمیشنوند. و یا یک سریشون مدعیان که ایشون شاه ماست، یک سریهاشون مدعیان. ولی این ببین این حرفاش خوب، این حرفاش کاربرد نداره، این حرفی که داره میزنه درسته؟ قبول داری؟ برای طرفدارانش ظاهرا کاربرد نداشته. برای بعضی کاربرد داره. یعنی این تبلیغ این حرفا به نظر میرسه که ایشون خیلی حرفاش منطقیه. خب به نظر میرسه که ایشون خیلی هم صادق به نظر میاد، یعنی محدودیت خودش رو میدونه و خیلی صادق دربارش صادقانه دربارش صحبت میکنه. و من فکر کنم همین حرفایی که داره میزنه خودش کلی به درد میخوره دیگه، کاربرد داره 100%. میخوام همین رو بگم، ایشون حرفاش به درد میخوره، ولی طبق ادعای خودشون ایشون به درد رهبری نمیخوره. این رو هم ما نمیگیم، خودش داره میگه. خب وقتی یک کسی الان آرمین نوابی میاد میگه آقا من به درد مدیریت جمهوری بی خدایان نمیخورم، من میام میگم نه آرمین، خیلی ببخشید این مثال رو میگن ما به احترام سیاه میپوشیم شده داستانش دیگه. نه آرمین، تو خودت خبر نداری، تو باید بشی مدیر جمهوری بی خدایان. ای تو بگو آقا من نمیتونم، من میگم نه. این مثال خیلی خوبی اتفاقا مثال خیلی خوبیه، برای همین ما بابک و سوزن رو داریم، برای که من به درد مدیریت نمیخورم، ولی درست حرف کاملا درست. آره. منظورم اینه که از اینها رو گفتم برسم به تاپیک شما و نقض آزادی بیانی که توی این اتاق اتفاق افتاد. دوستان ما ادعای خیلی ادعاها دارن در مورد دموکرات بودن، در مورد آزادی بیان و و و، ولی اولین کاری که میکنن چیه؟ تاپیک اتاق رو حذف میکنن، حمله شخصی میکنن با آرمین نوابی، چه میدونم آقا تو بی سوادی، تو نمیفهمی، تو فلانی، تو بیساری، تو الی، تو بلی. این رفتاری که
هی داره تکرار میشه، نه از طریق یک نفر دو نفر، این انگار تبدیل شده به ایده. حالا من یه دفاعی هم بکنم ازش، من یه دفاع کنم ازشون. خب از خب ببین، همه گرجریان ها از این از این جور آدم ها داره. درسته؟ دفاع تو کردی، الان من بگم. بگو. آره دارن، آره دارن، ولی متاسفانه توی پادشاهی خواهان زیادتر داره. ما مگه توی جمهوری خواهان فحاش نداریم؟ داریم. مگه توی جمهوری خواهان چه میدونم بی سواد نداریم؟ داریم. یا هر چیز دیگه ای. خب ولی نکته اینجاست، من الان من دیروز توییت کردم، گفتم باور کنید ایران دوستی مساوی پهلوی دوستی نیست. دوستان ما همون چیزی که خودت گفتی، تعاریف رو جابجا کردن، کلمات رو کردن تو هم دیگه. الان تو میگه اگر تو پهلوی رو دوست نداشته باشی نتیجتا ایران رو دوست نداری. آقا اینجوری نیست. این بحث ها اگر دوستان به فکر ایرانی آزاد و آبادند، این جداسازی ها عاملش تنها اتفاقی که توش میفته اینه که هیچ وقت هیچ اتحادی، البته اتحاد به قول آقای هادی آقازری اتحاد وجود نداره، و همون ائتلاف هم اتفاق نمیفته این شکلی. گروه شورای مدیریت گذار هم زمان پیمان نوین هم در این سخنرانی آخر آقای پهلوی نامه نوشتن که آقای پهلوی ما با شما حاضریم همکاری کنیم. چرا هیچ همکاری اتفاق نمیفته؟ یه لحظه، یه مغلطه بیاخی، یه مغلطه جیم مورسون توی لایف چت یوتیوب از من داره مغلطه میگیره، میگه آرمین دفاعی که کردی مغلطه پس چه آن نبود، یعنی what about them، یه پس اونا چی. خب در صورتی که من اینو یه ذره درست‌تر توضیح بدم، من نگفتم چون بقیه جریان ها هم یه همچین کسایی رو دارن، پس معنیش اینه که داشتنش موجهه. خب این میشه مغلطه پس آنچه. اگه من میگفتم اینا بد نیست چون بقیه هم همچین حالتی دارن، من منظورم این بود که چون جریانهای مختلف نمیتونن، یعنی جلوگیری از داشتن همچین گروهی کار سختیه. نمیتونیم انتظارمون از یک جریان این باشه که نداشته باشه همچین اعضای رو. خب یعنی منظورم این بود. خب ببخشید بچه ها، دوستان ببخشید، آره اگه میشه یه جمع‌بندی بکن، ما نفر آخر هم بشنویم دیگه، ما اتاقو ببندیم. آره ممنون. آخرین خطم کشم اینم بگم و رفع زحمت بکنم. آقای پهلوی بسیار بسیار تاکید کردن روی یک چیز، کسانی که فحاشی میکنن، کسانی که افتراق ایجاد میکنن حامیان من نیستن، از اینها رو با من حساب نکنید. اینم دفاعیه من از پادشاهی خواهان، و امیدوارم که یک روزی بتونیم کاملا آزادانه با هم دیگه بدون این تهمت ها و فحاشی ها و برچسب دادن ها و چه میدونم آرمین کمونیست و نمیدونم آرمین فلانه و حالا هر چی به آرمین میچسبه. این بدترین فوشیه که تا حالا خوردم. ببین به من همه چی گفتن، به من همه چی گفتن، ولی تا حالا هیچ وقت به من کسی کمونیست نگفته بود. این تا حالا هیچ فوشی بیشتر از این امروز بدتر از این به من نخورد. من بعد برم سه بار همون، من امروز بعد از این برنامه میبینم سه بار همون میکنم. بگو. آره من تمام مدتی که تو رو میشناسم، البته به لطف زنده یاد ترمه من همه شما ها رو شناختم، یادش گرامی باشه، واقعا این کلمه منو شوکه کرد. اینکه به یکی بیاد به آرمین میگه تو کمونیستی، یا مثلا چون با فلان کمونیست دو دقیقه نشستی حرف زدی پس کمونیست شدی، اینها یک چیزهایی که یک مقالطه هایی که برای خفه کردن آرمین استفاده میشه. اینها رو کاش دوستان ما یاد بگیرن از این نوع خفه کردن ها و مجبور کردن ها دست بردارن تا ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و از این قطبی سازی ها بیایم بیرون. مرسی.